بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته از الله طلب کرده نمی شود که برای خلق شفاعتگر شود برای کمال بزرگیش الله تعالی را شفاعتگر گرفتن بر خلقش پست زدن الله است زیرا او مرتبه الله را پستر از مرتبه در نزد وی شفاعت شده پس قرار داده است دلیل اینکه از جبیر ابن متعم رضی الله عنه روایت است که مرد صحرانشین نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده گفت ای رسول الله جسم ها ضعیف و لاغر شدند فرزندان گرسنه و چهارپایان هلاک شدند از پروردگارت برای ما طلب باران کن ما الله را شافع تو و تو را شافع الله قرار می دهیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سبحان الله سبحان الله چنین چند مراتبه تسمیه گفت و حتی رنگ اصحاب نیز پرید آنگاه فرمود وای بر تو آیا میدانی الله کیست شأن و منزلت الله بزرگتر از این است و افزود که الله را شافع هیچ یک از بندگان قرار نمی دهند و حدیث را ذکر کرد با روایت ابو داود فرمودند که لاغر شد یعنی ضعیف شد و چهارپایان هلاک شدند یعنی از بارش کم و خشکی فرمود که پس طلب باران کن از الله طلب کن که به ما باران نازل کند و این درست است که کسی که اجابت دعای او را امید کرده می شود به نیازمندی به وی و فرمود که ما الله را شافع تو قرار می دهیم یعنی او را واسطه در بین خودمان و در بین تو قرار می دهیم تا الله را برای ما دعا کنی و این تقاضا میکند که مرتبه الله را پستر از مرتبه رسول صلی الله علیه و سلم قرار داده است و این منکر است سبحان الله سبحان الله یعنی از روی بزرگ حسابیدن این سخن و انکار آن و پس شماریدن الله سبحانه و تعالی فرمود که وای بر تو یعنی به تو رحم و مهربانی میکنم اکنون مسئله های این موضوع یکم انکار بر کسی که میگوید ما الله را نزد تو شفع قرار میدهیم دوم تغییر سیمای رسول الله صلی الله علیه و سلم و آثار آن در سیمای اصحابش نیست در اکثر شنیدن این سخن سوم این سخن را کی گفت تو را شفع الله قرار میدهیم رد نکرد چهارم آگاه ساختن به معنای سبحان الله پنجم مسلمانان در وقت خوشسالی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمدند و از او درخواست دعای طلب باران می نمودند در وقت حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم و در این آمده است که شایسته است که انسان در نزدی طلب کردن صفات هایی را که مهربانی کردن بر او را لازم می گرداند تقدیم نماید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته